آزادی، آزادی معنوی. تفاوتی که میان مکتب انبیا و مکتبهای بشری هست در اینجاست. پیغمبران علاوه بر آزادی اجتماعی آمدن که به بشر آزادی معنوی بدهند. و آزادی معنوی است که از هر چیز دیگر ارزش بیشتری دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست، آزادی معنوی هم مقدس است. و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر نیست، عملی نیست. و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز میخواد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی دنبال آزادی معنوی نمی رود. نمی رود یعنی نمی تونه، قدرتشو ندارد، چون آزادی معنوی را جد از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان، کتابهای آسمانی، پیغمبران جز از این راه نمی شود تن. حالا آزادی معنوی یعنی چه؟ آزادی معنوی یعنی این که انسان یه موجود مرکب است. انسان دارای قوا و غرایز گوناگون است. انسان شهوت دارد، انسان غضب دارد، انسان حرص دارد، انسان طمع دارد، انسان جاه طلبی دارد، انسان افزون طلبی دارد، انسان هزاران قوای نیرومند در وجودش هست. در مقابل انسان عقل دارد، انسان فطرت دارد، انسان وجدان اخلاقی دارد. انسان از نظر معنای خودش و از نظر باطن خودش و از نظر روح خودش ممکنه یه آدم آزاد باشد، ممکنه یه آدم برده و بنده باشد. یعنی ممکنه انسان بنده حرص خودش باشد، اسیر حرص خودش باشد، اسیر شهوت خودش باشد، اسیر خشم خودش باشد، اسیر افزون طلبی خودش باشد. ممکنه نه خیر، از همه اینها آزاد باشد. و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ممکنه واقعا انسانی باشد که همون طوری که از نظر اجتماعی آزاد مرد هست، زیر بار ذلت نمی روند، زیر بار بردگی نمی روند، هیچ قدرتی را تحمل نمی کند، آزادی خودش را در اجتماع حفظ می کند، از نظر اخلاقش، از نظر معنویت آزادی خودش حفظ کرده. یعنی وجدان خودش را آزاد نگه داشته است، عقل خودش را آزاد نگه داشته است، فطرت خودش را آزاد نگه داشته است. این آزادی همان است که در زبان دین تزکیه نفس گفته می شود، تقوا گفته می شود. تقوا آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته باشد و آزادی معنوی نداشته باشد؟ یعنی ممکن است بشر اسیر شهوت و خشم خودش باشد، اسیر حرص و آز خودش باشد، ولی در این حال آزادی دیگران محترم بشمارد؟ امروز میگن بس، یعنی میگن بله، نمیگن بله، عملا میگن بله. عملا میخوان بشر برده حرص و آز و شهوت و خشم خودش باشد، اسیر نفس اماره خودش باشد، و در این حال یک همچه بشری که اسیر خودش هست آزادی اجتماعی رو محترم بشمارد. کوسه و ریچمن یکی این است، یکی از تضادهای اجتماع امروز بشر همین است.